با عرض سلام و روز بخیر خدمت همه عزیزانی که دنبال کننده برنامه پیرنگ از پارسیبان هستید. امیدوار هستم که خوب و سلامت باشید و یکی دیگر از برنامه های پیرنگ که در گستره ادبیات معاصر داستانی در افغانستان هست در خدمت شما عزیزان قرار دارم. در این قسمت از برنامه های پیرنگ میپردازیم به برهه زمانی که سالهای 1343 تا 1357 در بر میگیره که این دوره مصادف هست با پایان دوره صدارت محمد داود خان و آغاز دوره حکومت در حقیقت دکتر محمد یوسف. یک سری اتفاقاتی در زمینه آزادی های اجتماعی و آزادی های مدنی و فرهنگی در این دوره میفته که از او جمله میتونیم ما به تصویب قانون اساسی جدید در سنبله سال 1343 در این سال اشاره کنیم و قانون جدید مطبوعات که نکته ارزشمندی که قانون جدید مطبوعات داره این هست که این قانون توسط خیلی از نویسندگانی که طرفدار روشنفکری و طرفدار آزادی بیان بودن به نگارش در می آید. همچنان می تونیم بگیم که بعد از این دوره هست، بعد از تصویب قانون اساسی مطبوعات هست که مردم به حق و حقوق اساسی خود و به آزادی های مدنی و فرهنگی بیشتر آگاه میشن و دست پیدا می کنن و در حقیقت مسئولیت شخصی که قبلا به هیچ وجه وجود نداشت، ابتدا در کابل و سپس رفته رفته در دیگر شهرها و در سر تا سر افغانستان تا حدی به وجود می آید. این قانون مطبوعات به اصل آزادی مطبوعات استوار بود و به این معنا که هر شخص حق داشت بعد از این که اجازه چاپ و نشر کتاب یا مجله از وزارت اطلاعات فرهنگ در افغانستان بگیره، دست به نشر و چاپ مجله و کتاب‌های فرهنگی بزنه و این آزادی باعث شد که تعداد زیادی از نویسندگانی که علاقمند چاپ آثار خود بودند این اقدام بکنند و به چاپ کتاب‌های خود و چاپ مجلات و نشریات ادبی دست پیدا کنند. در حقیقت این فضای باز سیاسی و فرهنگی و اجتماعی باعث شد که ادبیات داستانی در کشور رنگ و رونق بیشتری پیدا کنه و در حقیقت از طرف کسانی که نویسنده بودن و علاقمند نوشتن داستان بودن با استقبال زیادی روبرو شد و در حقیقت پیگیرترین نویسندگان داریم که در این دوره آمدن و شروع به نوشتن داستان کردن و به هر حال با آمدن تجربه های سالهای گذشته و به هر حال به شکل حرفه‌ای یا به شکل نیمه حرفه‌ای توانستن که ادبیات داستانی در این دوره تا حدی برحال رشد بدن و رونق بدن. از نکات دیگری که میشه در این دوره ما اشاره کنیم این هست که در حقیقت نویسندگان زیاده وارد جریان داستان نویسی در این دوره شدند که بعدها نام از اونا در عرصه داستان نویسی درخشیدن بیشتر گرفت و ما شاهد آثار بیشتری از اونا در زمینه ادبیات داستانی هستیم و به خصوص در زمینه داستان کوتاه ما شاهد آفرینش آثار زیادی از طرف از اونا هستیم که در حقیقت این حرکت باعث شد که جریان داستان نویسی کوتاه در افغانستان تثبیت بشه. در سال 1342 خورشیدی در حقیقت سال بسیار نوید بخشی هست برای داستان نویسی در افغانستان که میشه گفت که نقطه آغازی هست در قسمت رشد و پیشرفت داستان نویسی و به خصوص داستان کوتاه در افغانستان. به هر حال نویسندگان از همین سال بیشتر دست به قلم بردند و در حقیقت کم کم به رونق داستان نویسی در افغانستان کوشیدند و به هر حال توانستند که از همین برهه زمانی در قسمت مطرح سازی خود در داستان نویسی و به خصوص خلق داستان کوتاه کارهای زیادی انجام بدن
لازم به یادآوری هست که همه آثاری که در این سالها تولید شده میتونه که مبنای یک تحقیق بسیار خوب قرار بگیره و ما جای خالی تحقیق و پژوهش در زمینه داستان و در زمینه سایر ژانرهای ادبی در افغانستان بسیار خالی میبینیم و امیدوارم که با معرفی این داستان ها نویسندگانی که علاقه من هستن که آثار داستانی این محققینی که در حقیقت علاقه من هستن که آثار داستانی این نویسندگان به پژوهش بگیرن و روی از اونا تحلیل و بررسی قرار بدن راهی بشه و راهگشایی بشه این برنامه ها برای تحلیل و بررسی بیشتر داستان هایی که به خصوص در این سال ها تولید شده که در برنامه های بعدی به معرفی این داستان ها و داستان نویسایان این داستان ها خواهیم پرداخت. امیدوارم که برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. خوب و سلامت باشید. روز بخیر.